مشاعری که در خوزستان و سواحل خلیج فارس از تربیت حیوانات اهلی و ماهیگیری و پرورش نخل روزگار می‌گذرانند، همگی عرب زبان هستند. بزرگترین این طوایف آل کثیر شرگیز که در زمان اشعشیان از عراق به خوزستان آمدند. اواخر سلطنت صفوی این عشایر به نواحی شرقی خوزستان کوچ کردند و بین شوشتر و دسفول و اهواز ساکن شدند. بنی کعب یکی دیگر از عشایر عرب ساکن خوزستان هستند که ورود آنها را در آغاز سلطنت شاه عباس بزرگ به این منطقه دانستند. از دیگر عشایر عرب زبان که در خوزستان به سر می‌برند و با زرگری و کارهای فنی و مکانیکی زندگی می‌کنند، می‌توان صابئان یا صبیان را نام برد. این مردم تاریخی کهن دارند که به پیش از میلاد مسیح می‌رسد. صابئان یا مقتصله که عده‌ای سرزمین اصلی آنها را اردن و شام دانستند، همان طایفه‌اند که یحیی ابن زکریا از میان ایشان برخاست و همگان را به ظهور عیسی مسیح بشارت داد. مراسم غسل تعمید و شستشو در رودخانه اردن برای پاک شدن از گناهان از معتقدات ایشان است. حد زده اند که پدر مانی اعتقادات صابئان را برگرفته بود و خود مانی از افکار ایشان بهره جسته است. عربهای ایران گروهی از مردم عرب ساکن در ایران هستند. ایشان به زبان عربی تکلم می کنند و اغلب در استان خوزستان ساکن می باشند که با نام عربهای خوزستان شناخته می شوند. دیگر عربهای ایرانی شامل طایفه مستقل کتی در شهرستان ورامین، عربهای خراسان و برخی از معابدین عراقی و عربهای خمسه می شوند. در نظرسنجی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورای فرهنگ عمومی در سال 89 انجام داد، حدود 33.6% استان خوزستان عرب بودند که با انطباق با نتایج سرشماری سال 95 جمعیتی 1,600,000 نفری برای عربهای استان خوزستان قابل تخمین می باشد. بر همین اساس حدود 50,000 نفر عرب در استان پوشه، حدود 80,000 نفر عمدتاً عرب خمسه در استان هرمزگان، حدود 60,000 نفر عرب در استان اصفهان، حدود 200,000 نفر عمدتاً عرب خمسه در استان فارس، حدود 50,000 نفر عربهای خراسان، حدود 40,000 نفر در استان قم و حدود 100,000 نفر عرب در سایر نقاط کشور سکونت دارند که به این ترتیب کل جمعیت عربهای ایران چیزی حدود 2,200,000 نفر در سال 95 می باشد. 4 استانی که عربهای ایران بیشترین حضور را در آنها دارند، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و ایلام هستند. البته در استان قم جمعیت قابل توجهی از عربهای عراقی و نیز معابدین سکونت دارند. تا سال 57 عربهای ایرانی 3.85% از جمعیت ایران را شامل می شدند. در مورد جمعیت عربهای ایران رقم دقیقی در دست نمی باشد. استان خوزستان به دلیل دارا بودن شهرها و روستاهایی با جمعیت 100% عرب یا عمدتاً عرب در صدر استانهایی است که تراکم عرب ایرانی در آن وجود دارد. بر پایه نتایج نهایی سرشماری همگانی نفوس و مسکن آبان ماه 75، جمعیت استان خوزستان 3,746,772 نفر بوده است که از این تعداد 64% در سکونتگاه‌های شهری و 35% در سکونتگاه‌های روستایی زندگی می‌کردند و 1% کوچرو بودند. شمار عرب‌ها در نواحی روستایی استان خوزستان در سال 78 تعداد 429,107 نفر برآورده شده که حدود 37.8% کل جمعیت روستایی استان را در بر می گرفت. جمعیت تخمینی عربهای استان خوزستان بر پایه آمار ذکر شده در آن سال 1,800,000 نفر تا 2,800,000 نفر بوده است.
از میان 25 شهرستان این استان بیشترین تراکم عرب‌های خوزستان در شهرستان‌های اهواز، ملاسانی، شوش، حمیدیه، سوسنگر، هویزه، بستان، شادگان، ماهشهر، سربندر، رامشیر، امیدیه، خرمشهر و آبادان است.